بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها، علی جمیع نعمه کلها. خدایا به داده و ندادت شکر. میان آسمان در جان و در دل به دنبال توی می ماه محفل. سلام، سلام به روی مثل ماهتون مردم و خوش اومدید به محفل. دل بدید، خیلی دل بدید، شکه میشید. نادی علی مظهر العجائب. دوست داری بخونی حسن؟ آماده ای؟ بسم الله. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. مالم خوب بود، حالم خوب نبود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من از سال 84 تا الان با دلم دارم زندگی میکنم. الله 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 الله، مفخرت العراق. از اینجا و بعدش رو با دلتون گوش بدید. علی علی. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. الله الله الله. آقای مهدی هویز نژاد و آقای یونس شاه مرادی، هر دو از قاریان خوب و جوان و عطیه‌دار و انشالله که سلامت باشن. خیلی خوش آمدین آقای هویز نژاد و آقای شاه مرادی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار، حضوران گرامی و بینندگان حاضر در خونه. خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. احییکم بتحیه اهل الجنه یوم یلقونه سلام، فسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و سلام. اعزیکم باستشهاد سید مولای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وان شاء الله دمتم سالمین غانمین بعنایته، وان شاء الله الله يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته بذكر الصلاة على النبي محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد وآل محمد. أحسنت 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 مهدي جان. از اهواز شما اومدین. بله. شما از کجا؟ تهران. تهران. اصالتاً کجایی هستین؟ زنجان. بسم الله بخونید. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله، بداية موفقة. الله الله، بداية جميلة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر قبائل لتعارفوا. الله 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 ما شاء الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر شعوبا
الله 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 جل الصانع يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا حبيبي شعوبا كل واحد أحلى من الثاني. شيخ حامد نمخونه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله الله الله. وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما شاء الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها الله لاحظت الفرق كيف؟ ما شاء الله مهدي شماها عميله بأخوه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا سلام سلم الله لحظة الله. لحظة اسمعها من الأستاذ حسنين اسمعها من هو خذ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أيوة إن أكرمكم يا سلام الله 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 يا عيني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله عليم الخبير يعني دائما شيخنا الأجمل إن الله عليم خبير الله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد
باید احتیاط کرد. حالا تو بفهمید خونجا وایسم آقا من که سیر نشدم، یعنی دو تا قاری وقتی میاد باید تایمی بیشتری داشته باشن، ببخشید فراز و فرودهای صداشون رو نشون بدن. اولا من صدای شما رو خیلی پسندیدم، تا حالا نشینده بودم، خیلی پرتحریر و زیبا و آهنگارم خوب اجرا کردین، خیلی عالی بود. یونس رو که میشناختم دیگه، من یونس رو میشناسم، چیکار کنم آقای بوزری؟ بله آجا، بله میشناسمش. آقای یونس یه فرازی از اون قطعه که توی عربستان خوندی بخون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ما یک اصطلاح ویدیویی رو دیدیم از یونس در زمانی که داشت میرفت برای مسابقه، یادت کدوم میگم؟ اتوبوس بودیم. آه، توی اتوبوس تنها امیدش به اون روزه‌ای بوده که اونجا تو اون لحظه میخونه، یعنی مزد روزه‌ای رو که توی اتوبوس برای شرکت کنندهایی که شاید بعضیشون هم مذهب ایشون نبودن، یه تلاوت روزه خونی خیلی قشنگی کرده با لهجه فارسی اونجا خوندم حاجی. یه تیکم انگار ترکی خونده بودی. بخون حالا همونو برام. دوره امام رضا بود داشتیم می‌رفتیم من. خب بخون. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. تا قیامت ای رضا جان، سر ز خاکت بر ندارم. ای صفای قلب زارم، ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. تا قیامت ای رضا جان، سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درت، غلام و نوکرت. مرا نزد در مرا، به جان خواهرت رضا جانم رضا. برای من بخونی. من یه نکته رو عرض بکنم جسارتاً آقای بوزری، و اون این که ای کاش قاری های مقداری بلد بودن بعضی جا روزه خونی کنن، حتما باید قرآن و روزه و ذکر اهل بیت به هم گره بخوره. میخواین اول آقای ابوالقاسمی مهدی جان تلاوتشونو بکنن بعد برامون روزه بخونن؟ بله تلاوت، یه تلاوت هم بکنن. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. الله يا عيني يا عيني.
بارک الله فیک. خب زنده باشی مهدی جان. عرض کنم که آقای قاسمیان بفرمایید شما، بعد مهدی برامون توسل میکنه. عزیزان این آیه‌ای که خونده شد از سوره مبارکه حجرات، همه آیات تابناکن ولی برخی از آیات حکم قواعد دارن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، اینا همش لتعارفو، اینا به خاطر اینکه این طیف رنگین کمان خوشگلش اینه که همه رنگا رو داشته باشه. ولی اینا رو بذار کنار، زن و مرد و ترک و فارس و عجم و عرب و کرد و بلوچ و همه اینا رو بذار کنار، این یه بحثه. بله. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا از این زاویه وقتی که داره نگاه میکنه با تقوا نگاه میکنه، فقیر و غنی نگاه نمیکنه. امیر المؤمنین که این ایام به نام مولاست، در همین خطبه شیخ شقیه حضرت میفرمایند که والله لالفیتم دنیاکم هذهی از حد و فی عین من عفتت عنزن. شما میفهمیدید که این دنیای شما برای من از آب بینی بز برای من پستره. من اصلا دنبال این حرفا نیستم. مال علی و لنعیم یفنا و لذت الله تبقا، علی رو چه به این نعمتهای زود گذر. من اصلا دنبال این بحثا نیستم، من دنبال این حکرانی ها نیستم. ببینید این آیه هم از غرره که توضیح این آیه است که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. یکی از عزیزان حسنین عزیزمون میخونه این آیه رو که این سرای آخرت رو گذاشتن برای کسی که هیچ گونه علوی برای خودش تو زمین نمیخواد. ممکنه به علو رسیده باشه، به جایگاه رسیده باشه، ولی اینو برای خودش نمیخواد. ما این چیزا آقای بوذری به همه بیننده ها، این چیزا برای اون خیلی مهم شده. امام رضا عرضم تمام، امام رضا میفرمایند کسی که یک فقیر مسلمی رو ببینه، فسلم علیه به خلاف سلامه علی الغنی، یه جوری الله بهش سلام بکنه جور دیگری که به یک غنی داره سلام میکنه. لقی الله عز و جل فی القیامت و هو علیه غضبان، خدا رو در روز قیامت با غضب خواهد دید. این ملاک ها رو موعد بذاریم کنار. اگر امام این روایت رو در همه کتبشون تقریبا به کار میبرن، استفاده میکنن که حب الدنیا رأس و کل خطیئه، این حب دنیاست که رأس همه خطاست. انشالله به حق این شبهای عزیز خدایا محبت دنیای باطل رو از دل همه ما ببر. دستا بالا، دستا بالا از سر بگذره. خدایا خداوندا تو رو به حق این شبهای عزیز، شبهای قدر، خدایا محبت این دنیای باطل و پوچ رو از دل ما ببر. دیگر دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله من المتقين. ما شاء الله ما شاء الله. علي علي الكواكب والنجيم والأكوان، علي علي المعاجز والعريش والقرآن، يعني تنظر وين تلقى أبو الحسنين لله شف وعين. علي 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 با بسملة وما للملل، ذلك لا شك فيه الوجود، آدم سجد
ذاك قيل قل محمد مدد يا حيدر مدد ينتقي بالله ليوصفه شي وصفه هم بعد هو يشبه رحمة الله علي أبد ما لحد هو يشبه رحمة الله علي أبد ما لحد عشاقك يا علي مولا عشاقك يا علي مولا عشاقك يا علي مولا عشاقك يا علي مولا ای حسین سر صفایی قم جنن داد خواهی دریا قهتت علم نن دریا قهتت علم نن کوی ما تک من بی فنایی یگان یاوریم شیر ناماوریم وفالی گرداشیم یارالی یلداشیم ابل فضلی مویان ابل فضلی مویان ابل فضلی مویان ابل فضلی مویان احسن عالی بود خیلی ممنونم متشکرم زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی گشاد کار دو عالم به یک اشاره توست به کار ما چه درنگ است یا علی این پویش زندگی با آیه هاست قصه چیه؟ میخوایم هر شب یه آیه رو بخونیم حفظ کنیم یاد بگیریم و زندگی کنیم باش 30 شب 30 آیه هر کی میخواد تو این پویه شرکت بکنه عدد 1 رو به این شماره 3011-45 میفرسته بعد 10 دقیقه قبل از برنامه محفل یه مسابقه برگزار میشه زنده از شبکه 3 و اونایی که میخوان توی این مسابقه شرکت کنن همزمان در روبیکا پاسخ سوالاتی که تو اون مسابقه داره مطرح میشه رو تو روبیکا میدن سوالات از اون آیه‌ای که تو روز گرفتند یعنی همون یه آیه و محتوای برنامه محفله پس 10 دقیقه قبل از برنامه محفل مسابقه زنده شبکه 3 جواباش رو توی روبیکا میدید هر کس تو مسابقه شرکت کنه جایزه بینش تقسیم میشه و جواب درست بده به همراه جوایز دیگر حج تمتع حج عمره و کربلا زندگی با آیه ها این پویش قراره که نفس کشیدن تو فضای قرآن رو به همون یاد اللهم صل علی دیگر رسید لحظه فردای بی علی پوچی محیط ما پس از این مای بی علی بچه ها اومدن با کاسه های شیر بچه هایی که پدراشون در راه احقاق ولایت امیر المؤمنین شهید شدن این بچه ها همه فرزند شهیدن اومدن شب قدریه در ایام شهادت امیر المؤمنین عرض ادب بکنن سلامتیشون یه صلوات بفرستید Thank you.
خیلی خوب. سلامتی بچه های صلوات محمدی بفرستیم. این دستگلا همشون فرزندان شهدان و خدا انشالله که پدران عزیزشون رو در اعلا علیین دعاگوی همه ما قرار بده و به روح بلند همه شهدا، شهدای مدافع حرم بلند صلوات بفرستید. جلوی بچه ها زینب رو دیدم آقایون، زینب شیری که سال گذشته ویدیوش به غایت پخش شد در کشورهای اسلامی، این ویدیو خیلی دیده شد. و سلام عزیزم، میکروفون بالا بگیر. سلام عزیزم. سلام. خوبی؟ بله من. خیلی خوش اومدین. یه سلام علیکی بکنین با همه. بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی و بینندگان محترم. بنده خادم القرآن زینب شیری جعفرزاده هستم، فرزند مجاهد مدافع حرم حبیب الله شیری جعفرزاده، حافظ کل قرآن کریم. ماشاءالله. سلامتی صلوات بفرست. علی همای رحمتو میخونی برامون؟ دوست داری بخونی حسن؟ آماده ای؟ بسم الله. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. به جز از علی که آرد به پسر که قاتل من، تو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. احسنت احسنت. سلامتی خودش
مادر عزیزش بلند صلوات بفرست. اللهم صل على محمد وآل محمد. و حالا کسی میهمان ماست که در بهترین لحظات صدای او رو شنیده اید، او که در مرکز عالم اذان میگه و تلاوت میکنه، مفخرة العراق، نعم، الشيخ أسامة كربلائي. الله 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 الله. السلام عليكم. حيا الله حج أسامة. أهلا أهلا أهلا. سيدي شرفت نورت. الله يحفظك. السلام عليكم. إيقونة المآذن بالعراق الحاج أسامة الكربلائي. الله يبارك. كل الهلا بيك. جزاكم الله. مشتاقون يا عزيزي. الله يحفظكم إن شاء الله. وحياك الله. الله يحييك. وأخيرا نورت برنامج محفل. الله يحفظكم. حياك الله يا عزيزي. أهلا وسهلا. أهلا الحاج. أهلا مرحبا. أهلا بحبيب قلبنا سيد أسامة. الله يحفظك ويحفظك. جناب أغاية أسامة كربلائي قاري ومؤذن عتبه حسيني است. در ماه محرم به یک شیوه خاص اذان میگویند و اذان ایشون مدلی شد برای ایام شهادات اهل بیت که این اذان از مأذنه های حرم مطهر آقا و مولامون سید الشهدا شنیده میشه. افتخار میکنیم که در خدمت خادم قاری و مؤذن عتبه حسینی جناب آقای اسامه کربلایی هستیم. با تلاوت جناب اسامه شروع میکنیم و بعد انشالله بقیه ایمون. تفضل استاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 يا حبيبي. أقم الصلاة. إيه إيه. الله الله الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الله الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله 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 الله. يا شيخ أسامة يا شيخ أسامة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الله الله الله. نعم نعم حج أسامة جوابات. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى. ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا حلاوة. يلا يا عيني عيني. الله الله الله. يلا يا عيني. الليلي. وقل رب أدخلني
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم آمين. اللهم آمين. حج أسامة هذه جواب بعد. اللهم آمين. وقل جاء حلوتك. نعم. الله. يا سلام يا سلام. سلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله الله الله. وقل أسامة. يعني الأستاذ حامد يا شيخ أسامة ما بيتحرك إلا إذا هيك سمع الشيء العالي واشتغلت اللي هي فهو تحرك. يلا أبو حمودي يلا. نعم نعم نعم. وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله يا شيخ أسامة. الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ما شاء الله. ايه حج أسامة فارسي بلده هسه انت تحت يدي ولو انت تاج راسي طبعا اكيد سلم يعني. راسك رحم الله عليك سيد. حجينا اقرا لنا عراقي. عراقي ايه ان شاء الله بس جمله جمله. روح لنا سوره الدهر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم 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 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لامي كرد كرد. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يلا حامد حامد عينا عينا يشرب بها عباد الله يفتح
يفجرونها تفجيرا. حاج سامي لحظة. نعم حاج حمد لحظة. حاج سامي من كارف في بلد. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يلا هسه روح للدشت حج وسام. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله ما شاء الله ما شاء الله. حج حمد. نعم نعم. حج أسامة عزيزي مولاي، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك خالص الأعمال، خصوصا هذه التلاوات التي تقدمها وتقرأها عند سيدنا ومولانا الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس عليه السلام. ولكن حج أسامة حس مرة من المرات لما كان يقرأ تيقن، ممكن يكون كثيرات، ولكن أي تلاوة تيقنت أو أحسست أن الإمام قد استمع لها وهو حي من الشهداء؟ طبعا سيدنا يعني هذا الشعور يعني صعب أنه أبت أو أقول لك أنا متيقن أنه الإمام سمع تلاوتي أو تقبلها. الله. لكن أرجو أرجو أن يتقبل هذا القليل اللي أقدمه إن شاء الله. أكثر تلاوة أنت حسيتها، يعني أنت من طلعت من المئذنة حسيت مرتاح، حسيت الناس تأثرت، إجت القرآن الكريم كلهن حلوات كلهن جميلات كلهن تأثرت بهن الناس المستمعين سواء كان من داخل العراق أو خارج العراق، بس أكو تلاوة هاي يعني مخليها أنت خلينا نقول تراهن عليها بال. والله سيدنا يعني أنا من 2007 إلى هذا اليوم بفضل الله وبركة أبو عبد الله الحسين عليه السلام في خدمة أبي عبد الله الحسين طيلة هذه السنوات تقريبا يعني يوميا أقرأ وأؤذن. ف في كل تلاوة يعني أرجو أن تكون متقبلة ومؤثرة في نفوس المؤمنين إن شاء الله في كل تلاوة. إن شاء الله عمرك طويل. الله يحفظكم. بس إذا حسيت هاي آخر تلاوة لك يمين إمام الحسين أو بغير مكان، وين تحب تقرأ؟ لا سمح الله خلاص، بس عرفت نفسك أنت بعد انتهت، يعني هاي آخر تلاوة لك. سيد أنا ما أخفي عليك يعني. وين تحب تقرأ وش تقرأ؟ يعني أمنية داخلي دائما أتمناها. نعم. أنه إذا الله سبحانه وتعالى أراد يأخذ أمانتي أرجو أن يأخذها في حرم سيد الشهداء. الله. وأنا أتلو في المأذنة، في المأذنة أن يأخذ أمانته في المأذنة. الله. شنو الآيات اللي ببالك بذيك اللحظة؟ إن شاء الله عمرك طويل أكيد يعني. يعني لا تجاوبني اقراها. بس تخيل نفسك هذه آخر واحدة. يعني آخر آيات من سورة البقرة طبعاً، هي الدعاء دعاء إن شاء الله. راد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا
نسينا أو أخطأنا. اللهم آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الله الله الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يا الله يا الله وارحمنا، أنت مولانا يا رب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله الله يا آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. الله آمين يا رب. يا رب آمين. أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله تبارك الله. یکی از گفتمان‌های مهم قرآن در این آیات سوره مبارکه اسراء بود که خوندن، گفتمان حق و باطل. ببینید باطل رو شما یک بادکنکی تصور بکنید. بله، دو تا باطل با هم درگیر بشن میشه درگیری دو تا بادکنک. بأسهم بینهم شدید، خودشون با هم دیگه باید مقابله کنن. اما جریان حق اگر کوچک هم باشه مثل سوزن میمونه، درگیری سوزن بادکنک میشه. اینی که در آیه قرآن خونده و من از جمعت آقا میخوام بخونن که بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما میکوبیم باطل حق رو مثل سوزنی به سر باطل، فيدمغه او رو مغز کوب میکنیم، فإذا هو زاهق یهوی از بین میره، یعنی همه میفهمن از بین رفت تموم شد. این قیافه گنده باطل نباید ما رو به خودش مشغول کنه و بترساند. این است که قرآن میگه و قل جاء الحق و زهق الباطل. اینم معنیش این نیست که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. معنیش این نیست. اینجا نمیگوید دیو چو بیرون رود فرشته درآید. معنیش این است فرشته که در میاد، جریان حق که در میاد، جریان باطل از بین میره. بعدش میگه ان الباطل کان زهوقا، اصلا در نهفتش و کینونیتش اصلا با پوچ و از بین رفتنی بود. ما فقط باید اعتماد بکنیم به خدا، جریان حق رو راه بندازیم. جریان حق که راه افتاد حتما جریان باطل از بین میرود. این پیام صریح این آیه سوره مبارکه اسراء. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الله الله. ولكم الويل مما تصفون. اللهم صل على محمد. أشكركم يا شيخ أسامة. الله يبارك بكم. بلغ سلامنا إلى مولانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. أشكركم. سلامتي جناب أسامة صلوات محمدي بفرستي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من برای همتتون یه یا علی میخوام. ماه رمضون خدا یکی رو نه صد تا بلکه چند صد هزار تا حساب میکنه. پس اگر آماده ایم برای اینکه تو این مسابقه خدا عقب نمونیم، طرح اکرام ایتام به نظرم یه مسیر خوبه، یه مسیر مطمئنه، یه مسیر قابل اعتماده. رفقای من در کمیته امداد طرح اکرام ایتام رو خصوصا برای این ماه ویژه قرار دادن. همیشه میشه ها، ولی ما رمضون یه لطف و یه صفا و یه برکت و یه اجر مضاعفی داره. شما میتونین از یه دونه یتیم تا هر چند یتیمی که استطاعتشو دارین به فرزندی قبول بکنین و با واریز مبلغش به این آدرسایی که حالا داره زیر نویس میشه توی طرح اکرام ایتام شرکت بکنین. دست دهنده محتاج نشه، بگو یا علی. اللهم صلی علی محمد و علی محمد. اللهم صلی علی محمد و علی محمد. خب، میهمان ما در محفل کسی است که او رو میشناسید اما با همه زندگیش آشنا نیستید. آقای دکتر علیرضا نبی، کارآفرین یا به تعبیر خودشون خیرآفرین، کسی که حالا تشکیلات بزرگی داره و شرط استخدام در مجموعش داشتن سوء پیشینه است، نه نداشتن سوء پیشینه. آقای دکتر سلام علیکم. منم عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت حضار محترم، اساتید بسیار بسیار فاخر و محترمی که افتخار حضور دارم محضر شما، و خدمت همه ملت بسیار 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 دوست داشتنی ایران عزیزمون که الهی قربونشون برم و قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه دوستان. من یک کارآفرینم، بیشتر یاد گرفتم که کمتر حرف بزنم بیشتر عمل کنم. یه فرمایشی رو از یک بزرگی یادمه، میگفت چه سکوتی دنیا را فرا میگرفت اگر هر کس به اندازه عملش صحبت میکرد. منم خواستم که کم حرف بزنم و عمل کنم. یک کاری که نشدنی بود، یه کاری که همه میگفتن که غیر ممکنه، مگه میشه؟ قتل عمد، سرقت مسلحانه، نزاع دست جمعی، اراذل اوباش، خفتگیر آدم ربا، اسید پاش، معتاد متجاهر کارتون خواب 10 سال به بالا مصرف، زن سرپرست خانواده، اینا رو بیاری زیر یه سقف و بعد اینا به هم آزاری نرسونن، اذیتی نکنن، انگشت تو چش هم دیگه نزنن. آقا نمیشه، آقا با معادلات اصلا جور در نمیاد، اصلا این هر جوری نقشه بکشی نمیشه. مشکلش رو همین نقشه کشیدن. اگر ما یه خورده نقشه نکشیم و به خداوند اعتماد بکنیم، خدا کارشو بلده. واقعیت قصه اینه که ما توی توحیدمون اشکال داریم. ما صبح که از خواب بلند میشیم، اول گوشی تلفنمون رو چک میکنیم، اول به خدا نمیگیم خدایا ممنونم ازت، یک بار دیگه فرصت زیستن رو به من دادی. آی بوزری، من اینا رو بلد نبودم، من اینا رو یاد گرفتم. یه روزی به من یک اجازه ای دادن، گفتن شما میتوانی بری مادران زندانی رو به جایی که در زندان دوران محکومیتشون رو بگذرونن، اینا رو بیاری در کارخونه و کار کنن. چه خوب. 13 نفر رو به من اجازه دادم. مردم خیلی گوش بدید. برای قصه هایی که براتون میگم، آدم ها ساعت ها روز ها ماه ها و سال ها در زندان خدا رو صدا زدن و احساس کردن که کسی صداشونو نمیشنوه. بارها قرآن رو دور کردن، ختم کردن، دوباره و دوباره و دوباره، بعد احساس کردن خدا صداشون رو نمیشنوه. سرگذشت‌ها تأثیر میذاره رو سرنوشت‌ها. من 20 ساله با آدم‌هایی کار میکنن که تا ته خط رفتن. این آدم‌ها بیشترین تأثیر رو روی شخصیت خود من گذاشتن.
اساتید. رفتم داخل کلیدور زندان. تصورش کنید 13 تا اجازه دادن 200 نفر تو این کلیدور زندانه. کلیدور به جایی میگن که چپ راستش سلوله و یک راه روه. ریختن سر من، قسم میدادن به ارواح خاک پدرت قسم ما رو ببر بیرون، تو رو قرآن ما رو ببر بیرون. یکی داروهاشو می آورد میگو من اینجا میمیرم، من نمیخوام تو زندان بمیرم، منو ببر بیرون. ولی من فقط 13 تا اسم میتونستم بدم. یکان احساس کردم کتم خیلی داره کشیده میشه. برگشتم نگاه کردم دیدم یه خانم حدود 60-65 سال. گفت به شرافت معلمی قسمت میدم منو ببر بیرون. آخه. شرافت معلمی، قداست مادر، اینا ارزش هایی که با هیچ فصلی تغییر نمیکنه. گفتم به مددکار این معلم گاره تفلین دبیر دبیرستان دخترونه است، رد مال داره، 5 سال اینجاست. عشق میریخ منو ببر بیرون. خوب دل بدید روزهای عزیزی رو داریم میگذرونیم، شبهای بسیار عزیزی رو درش قرار داریم. به غیر از نفس کشیدن کار دیگه ای نکنید. خیلی گوش بدید. یک نفر برای یک جمله 5 سال در زندان داشت خدا رو صدا میزد برای این جمله و تو از نعمت آزادی برخورداری. گفتم اسمشو بنویس. خیلی خوشحال شد، اشک میریخت، به پهنای صورتش گریه میکرد. ما روح اون آدم رو وقتی میبریم یک مادر رو به زندان کشتیم. برای همین از این برنامه استفاده میکنم و میگم آفرین به قضاتی که برای مادرهای مجرم یک رأی جایگزین میدم. آوردمش بیرون، گفتم میتونی بری چند روز دیگه بیای و دوران محکومیت تو در کارخونه بگذرونی و میتونی لباس خوب بپوشی و میتونی مثل آدمهای آزاد زندگی کنی. فردا برای من یک صدایی فرستاد در شبکه‌های اجتماعی. اون صدا رو من بارها و بارها گوش میکنم، چون بزرگترین روزه است استاد برای من. صدایی که برای من فرستاد این بود: خیلی ازت ممنونم من از زندان آوردی بیرون. من عروسم آلمانه، 5 ساله که وقتی میام مرخصی میگن از آلمان برگشته، وقتی میرم زندان میگن رفته عروسشو تو آلمان ببینه. نگهداری و مراقبت از این راز به اندازه زندان از من انرژی بود. خیلی ممنونم من آوردی بیرون. نبی، خیلی خوشحالم که امروز صبح رو دوشک خودم از خواب بیدار شد. خدایا ما رو ببخش که بارها رو دوشکمون از خواب بیدار شدیم و به جایی که اول بیایم و از تو تشکر کنیم رفتیم سراغ گوشیمون و نگاه کردیم رفقا برای ما چی فرستاد. به والله الاعظم آدمی که توبه کرده حالش دیدن داره. اینا برگشتن، تو اینا محکومیتشون رو گذروندن. مردم تو رو خدا اینا رو ببخشید، اجازه بدید اینا هم در جامعه زندگی کنن. بچه هاشون راز این که مادرم زندان بود یا پدرم زندان بود رو اینقدر به دوش نکشن. مردم میدونید اینا چی میگن؟ میگن زندان به جای خودش. این که باز رازشو تا آخر عمرمون نگه داریم، این خیلی اذیتمون میکنه. مردم لطفاً به برکت امشب، به برکت این آقای محترم، به برکت امیرالمؤمنین تصمیم بگیریم اگر یک نفر یک بار زندان رفته کمکش کنیم. اون نیاز به کمک داره، خیلی هم نزدیکه، خیلی زود دیر میشه، خیلی زود هم امکان داره برای من نبی اتفاق بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الله كانت ل
كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يا سلام يا سلام. ومن أحياها فكأنما شما افتادین تو این خط. سری که درد نمی‌کنه رو برای چی دستمال بستین؟ من یک زندگی خوشگل داشتم، خیلی خوشگل. هر ماشینی که میومد تو مشهد باید یه دونه میبود. من به غیر خریدینش، من به غیر از برند چیزی نمیپوشیدم. من به غیر از رستوران لاکچری جایی نمیرفتم. من دوبار توی اون زندگی خوشگل خودکشی کردم. من آقای قاسمیان مالم خوب بود، حالم خوب نبود. تصمیم گرفتم 17/4/1384. استادم میدونن ما مشهدی ها خوشحالیم حرمیم، ناراحتیم حرمیم، قصه داریم حرمیم، شادی داریم حرمیم، ازدواج میخوایم بکنیم دارالحجه میریم حرم، باز همه چیزمون با امام رضا، مریض داریم حرمیم، خوشحالیم حرم. همه میگفتن که آخه چی؟ کدوم آدم عاقلی بیاد این کار میکنه؟ راست میگه، آدم های عاقلی کار نمیکنن. ماشینتون چی بود اون موقع که میگین یه دونه بود؟ BMW 520 آی شرابی یک دونه بود فقط تو ماشین. من 300 متر آپارتمان به پایین اصلا نمی‌نشستم. من غیر از کچلوار بالای 20 میلیون 30 میلیونی اصلا نمی‌پوشیدم. اون موقع زندگیم خوشگل بود مثل زندگی خیلی از شما. چرا سر تکون میدید؟ شما هم همینطور، شما هم دنبال همینین، شما هم دنبال این که پولاتون رو زیادتر بکنید، بعد خونه هاتون عریض‌تر بشه، نمای خونه هاتون خوشگل بشه. من ته آرزوهای شما، من آخر آرزوهای شما، من رفتم. من مثل یک معتاد بهبود یافتم که ترک کرده داره برای شما حرف میزنه. من رفتم، ته هیچی نیست. ما در یک تله مصرف میافتیم. برند بخر، تو باید برند بپوشی. چرا؟ چون من تو خالیم. وقتی از تو خالیم با در از بیرون ساعتم برند باشه، کفشم برند باشه. اگر توی وجود یک انسان قرآن و مبانیش و مفاهیمش باشه که یک عبای پشمینم، اگر عشق باشه که دیگه چیزی نیاز نداره. و عشق گم شده ای بود که من پیداش نمی کردم، چون نبود کسی به من بگه، کسی نبود به من بگه تو با خدمت به دیگران حالت خوب میشه، تو با لباسهای فاخر حالت خوب نمیشه، تو با خدمت به دیگران حالت خوب میشه. میدونی الان حالم خوبه؟ دیدی یه آدمی حالش خیلی خوبه؟ تا حالا خدا وکیلی آدم خوشبخت تو این فاصله دیدی؟ من آدم خوشبختیم مردم، من آدم خوشبختیم. من الان پدر و کس 1057 نفر آدم بیکسم. به من میگن بابا. من با سن 55 سالگی بابای 1057 نفرم. من 14 تا نوه دارم. من خودم براشون لباس میخرم. ارزش های من حالا اینج. و این بود که من وقتی دیدم خودکشی ها هم جواب نمیده، نگو یه ماموریتی بود. بعد اومدم 17/4/84 رفتم حرم، گفتم آقا یه چیزی نشو بده، آقا یه نشانی، یه آیت، یه حرفی، یه حدیثی، یه بنری کنار دیواری، یه روایتی، یه چیزی. من دارم خفه میشم. یا علی ابن مسرس، یا علی ابن مسرس.
از ما مشهدی ها آقای قاسمیان میدونن ما از بابو جواد بینیم تو رسممون اینه. دیدی استاد میگن به امام رضا رو به جوادش قسم بده، ما حاجت که داریم از بابو جواد میریم تو آقا رو به جوادش قسم بده، میگیم جان جوادت ما دست خالی بر نکرد. من اومدم برم بابو جواد، یه جوبیه خیابان خسروی نو میشه میدان بیت المقدس، اینور میشه چهار خسروی. آی اونا که مشهد اومدید زیادم پاتوقتون مشهد، هولتون بکنن مشهدی، بلیط گیر میارید مشهدید، گیر نمیارید مشهد. تو باب و جواد اومدم برم، دیدم دو تا پا بیرون تو جوب زیر پل. چیه؟ دو تا پا بیرون بود، دو تا پا. یه معتاد متجاهر کارتون خواب رفت تو زیر پل خوابیده بود. دیدم درست پاهاشو کشیدم بیرون، گفت جناب سروان ما خماریم. جناب سروان، گفتم جناب سروان کدوم بود؟ پاشو بریم. اسمش امیره، الان مدیر کارخونه است. الله اکبر. الان مدیر کارخونه است. به امام رضا گفتم که آقا گرفتم. استاد همه میگفتن این کار حماقت، نکن این کار رو. گشت و گشت کاری که امام رضا علیه السلام نشونش رو داد و خدا باد و تو بادبانش انداخ. خوب دل بدید مردم، این تیکه رو اصلا اومدم از مشهد که همین رو بگم و برگردم، بگم و برگردم، بگم و برگردم. از اینجا و بعدش رو با دلتون گوش بدید نه با عقلتون. دیدم یه دفعه یه ایمیل اومده، من 20 سال کارم اینه، از طرف دفتر توسعه پایدار سازمان ملل، شورای بین المللی زیتون. این مدلی که شما دارید در ایران کار میکنید چیه؟ بیایید به دعوت شورا اینو برای 44 کشور صحبت کنید و معرفی کنید. من سال گذشته، نوامبر سال گذشته، میشه آبان سال گذشته، من رفتم مادرید، با قطار رفتم شهر خائن. من رفتم اونجا پیاده شدم، فردا رفتم اجلاس، دیدم تمام کشورها نشستن به افتخار فرزند ایران، به افتخار مردم ایران. من رفتم رو سن سلام کردم و کلیپمو پخش کردم. برای اونایی که در مجامع بین المللی میترسن که بگن ما ایرانی هستیم، کلیپ من با صلوات خاصه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شروع شد و با پرچم سرنگ کشورم به اتمام رسید. میدونید برای چی؟ چون در اختشاشات سال گذشته دو محور هدف بود. ای جان چه خوش سلیقه، بدید صدا رو بالا رو فر. السلام علیک یا علی ابن موسی. و حجتك على من فوق العرش و من تحت الثرى الصدیق الشهید. جانم رضا، جان جانانم رضا. آقای قاسمیان وقتشو بفرمایید. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. ای صفای قلب زارم، هر
خاکت بر ندارم، منم خاک درت غلام و نوکرت، مران از در مران به جان مادرت علی قبل از این حادثه فکر میکردم امام رضا محدوده فلکه آب و خیابان خسروی تبرسی و بغل بازار رضا و تو همین محدوده خیابان تهران. به عنوان یه مشهدی استاد اصلا فکر نمیکردم که امام رضا در جنوب اسپانیا هم به داد ما برسه. آقا یه بحث کاملا علمی در یک اجلاس تخصصی رو وصل نکن. خب دیدم از ایران دعوت کردن بریم حرف بزنیم، 5 دقیقه وقت دادن. گفتم آقا چه 5 دقیقه، من فقط کلیپم 5 دقیقه است. گفتن همه کشورها 44 کشورم 5 دقیقه وقت صحبت. پیرو 5 دقیقه، برزیل 5 دقیقه، اردن 5 دقیقه، مصر 5 دقیقه، اتحادیه اروپا 5 دقیقه، ایرانم 5 دقیقه. آقا کلی هزینه کردید من بلند شدم اومدم اینجا، من 3 روز الان تو راهم، 5 دقیقه کلیپو چی کار کنیم؟ صلوات خاصش رو حذف میکنیم، پرچممونم آخرش حذف میکنیم، این میشه 2 دقیقه، 3 دقیقه هم حرف میزنیم میشه 5 دقیقه. بین معادله جور در میاد. هرچی را رفتم گفتم با امام رضا شروع کنی، حالا اومدی کارت گیر کرده اینجا، صلوات خواسته رو قیشی کنی اولش. آفرین. گفتم نه. خانمم گفت راه دیگه ای نداره. گفتم اب نداره، 5 دقیقه بذار کلیپ بره، من حرف نمیزنم. گویا یه فرصت بزرگیه برای ایران. گفتم میدونم تو میتونی حرفت رو بزنی که ما در ایران مهد حقوق بشریم، حقوق بشر از ما شروع شد، از ما شروع شد. گفتم درسته، ولی من برگشتم مشهد چجوری برم بگم السلام علیک یا علی ابن حسین؟ همینو بگو به من، من چجوری برم بگم؟ من هیچ وقت زندگیم از 17/4/84 با عقلم نه حرکت کردم نه حرف زدم. به قداست امشب سوگن من تا بالا نیامده بودم، نمیدونستم چی میخوام بگم. فقط اپله اومدم بالا آقای قاسمیان، گفتم یا امام رضا به قلبم اون چیز که احساس میکنی خوبه بفرست، شاید این مردم یکم حالشون خوب بشه، این مردم انقدر دنبال اشیا نباشن که حالشون خوب بشه. اون ماشین داره من ماشین ندارم، اون خونش اونجوریه من خونش اونجوریه. خدایا به اینا بفهمون اینا سلامتی دارن. به قول این نویسنده انگلیسیه میگه شکسپیر، میگه سلامتی تاجیست بر سر همه که فقط بیماران آن را میبینن. اینو دارم نمیبینم، دست بچم رو کنارش میگیرم نمیبینم، مادرم رو بغل میکنم نمیبینم، دست پدرم رو لمس میکنم نمیبینم، اما ماشینی که ندارم رو خوب میبینم. چه افسوسه. گفتن رئیس شورا میخواد شما رو ببینه. گفتم معموله؟ نه. تالا اتفاق افتاده؟ نه. دل بدید، خیلی دل بدید، شکه میشید. گفت من عبداللطیف قدیرا، شما علی رضا نبی، این دیدار کاملا غیر رسمی، بیشتر من دیگه قلبم داشت میومد تو حلقه. گفتم که یس پلیس. گفت کلیپی که شما فرستادید تو اولش حرم امام رضا داره، فرستادن من چک کنم. من 10 بار اینو دیدم. گفتم چرا؟ گفت
همسر من شیعه است. همسر من شیعه است، میخواد شما رو ببینه، اجازه هست؟ گفتم بله حتما. همسرشون اومد، اون گریه کرد، من گریه کردم. هرچی هم عکس و فیلم از حرم امام رضا داشتم تو لپتاپ نشونش دادم. گفت من میتونم بیام ایران، من میتونم بیام مشهد، من آرزو دارم بیام مشهد. گفتم بله خانم حتما حتما، من الان برای شما دعوتنامه میفرستم، شما میتونید بیای مشهد. اومد مشهد همین تیر ماه، اومد مشهد. من بچه امام رضا، من بچه دور حرمم، بغل بازار رضا، حسینی مکتب رضا، من بچه و بغلم. من اونجا بزرگ شدم، بساط میکردم، انگشتر میفروختم، فالی میفروختم. من تو دست بال امام رضا بودیم دیگه. من خیلی حال دیدم، حاله خوب، حاله عالی، حال زیارت رو میگم ها، نه حال او آدمی که میاد از امام رضا پراید میخواد، نه، حال زیارت. میاد از امام رضا، به قول امام رضا میگه از من عقل بخواید که بعد از بدتر رو تشخیص بدید، خوب از خوبتر رو تشخیص بدید. من حالی که این خانم تو حرم اون شب زیارت میکرد تا حالا ندیدم، مطمئنم هستم تا آخر عمرم نمیبینم. سری به مشهد بزنید و یک بار بدون درخواست وارد صحن جامع رضوی بشید و دستتون رو بذارید روی سینه‌تون و بگید آقا این سفر ازت حال خوب میخوام، دیگه ازت مال نمیخوام، ازت حال خوب میخوام. وقتی خواستیم از هم جدا بشیم گفتم که، گفت من میتونم کاری برای شما انجام بدم؟ گفتم بله. به من 5 دقیقه فرصت دادن، لطفاً 5 دقیقه دیگه برای من فرصت بگیرید. آقای عبداللطیف قدیرا اومد گفت 5 دقیقه من رئیس شورا هستم، 5 دقیقه تونس، 5 دقیقه ایران، 15 دقیقش مال تو. من 12 دقیقه حرف زدم، 3 دقیقه وقت اضافه آوردم، شعر سعدی رو خوندم، بنی آدم عزای یکدیگرن که در آفرینش زیگ گوهرن. مردم، من از سال 84 تا الان با دلم دارم زندگی میکنم و امروز وقتی تو سالن تولید را میرم اون از پشت دستگاه میگه بابا سلام. اونی که میگه بابا سلام 14 سال مصرف میکرد یه دختر آخه. و بعد وقتی تو کمپ ورش داشتم یه گوشت و پوست و استخون بود، الان بچهش داره به دنیا میاد، ازدواج کرده، زندگی داره. اخی یا منقذ الناس من الاغلال في الراس، اخی وهبت المال لله بذهب او بالماس، ارى في حفلنا قدوة وآل البيت هم أسوة، أرى في المحفل قدوة وآل البيت هم أسوة، يعين الناس ينقذهم ويخرجهم من الفجوة، أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك، أخي وأمست في مباقجها قلوب الناس مأواك، فأنت لكوننا مولا ورب الكون مولاك، ورب الكون مولاك. أحسن يا سيدي، أحسن أحسن. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. الله قريب مجيب. الله
گفته که وصیت مولا علی است که کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا. به امام حسن و امام حسین میفرمایند که برای ظالم خصم باشید، برای مظلوم کمک باشید. همه این کسایی که در خدمت آقای نبی هستند و فرزندان آقای نبی هستند در این آسیب های اجتماعی واقعا مظلومن. اینها مظلومن، اینها خاطیه، اینجوری نیستن که با خدا سر جنگ داشته باشه، اینا مظلومن. و این وصیت رو، وصیت امیرالمؤمنین رو دارن اجرا میکنن. دعا بکنیم که دعا کنن برای ما هم که ما هم تو همین خط بیفتیم. خب ما این آیه رو توی خود شرکت خیلی زمزمه میکنیم، هممون تقریبا بلدیم و یه جورایی باش زندگی میکنیم. میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. میدونی چرا این تیکر بچه ها دوست دارن؟ تو ثم استقاموش خیلی دوست دارن. دقت کن، میگه دستتو بذار تو دست من خدا. خب ما میگیم خدای ما دستمونو میذاریم، ولی میگه استقامت کن. پس یه خبریه، طوفانیه، یه وسوسهیه، یه شیطانیه، یک نه این کارو نکنیه. میگن ما او این کارو نکن و دورچو رو تجربه کردیم. من بعضی خیرین رو میبینم وقتی که کمک به من میدن بو و عطر دست خدا رو من استشمام میکنم. عجب. آقا خیلی، من نمیدونم، شما تکذیبش کنید، من بلد نیستم، من کارآفرین اجتماعی ام، از من ایراد بگیرید، دوستانم این تیکه رو قطعش بکنن، ولی من خدا رو دیدم. من دیدمش تو دست دختری که برای من پیامک زده. من پرورشگاه بودم، من از پرورشگاه دادن وقتی 16 سالم تموم شده، دادن به یک معتاد، معتاد ساقی بوده، من دوتا بچه دارم، این معتادای دیگر میاره تو خونه، من این دوتا بچه رو برداشتم بردم پیش قاضی، به قاضی گفتم به این بچه ها رحم کن، طلاق من عزی بده. گفته خب کجا میخوای بری؟ گفته نمیدونم. گفته برو پیش نبی، اگه نامه کتبی برات بنویسه تحت پوششت قرار میده، بهت کار میده، من طلاقو میدم. بعد برای من پیامک میزنه، گوش بدید، بعد برای من پیامک میزنه، من پرورشگاهی هم هیچ کسی رو ندارم، کس من میشی؟ بعد براش پیامک میزنم، من کست، من بابات، من از اینجا به بعد بابات. میری فرم پر میکنی، مینویسی نام پدر علیرضا، به همه هم میگی من دختر علیرضا نبیم، من دخترم اونجاست، شوهرشم ترک کرد، دوتا بچه 2 ساله و 4 سالش هم الان نزدیک 8 سال و 10 سالش. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الله الله. خوف و اندوه ازت بر می دارم. پس مردم، وسایل تلویزیون های خوشگل حزن و اندوه از ما بر نمی داره.
خداست که حزن و اندوه و بر میداره و بشارت میده به آرامش. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. الله 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 الله. نَحْنُ أَوْلِيَاء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسن الله 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 مشرا الله إمام رضا فشت و پناه الله يا سلام دم همتون گرم. آرسالت شب قدریه دارد آخر و عبد یؤمر و بهی الان نار، آخرین بنده ای رو که دارن میفرسن جهنم میبینن داره عقب عقب میره. یعنی چرا عقب عقب؟ خدا میگه چرا عقب عقب میریم؟ یه فکر نمیکردم منو بفرسی جهنم. میگه ملائکتی به عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، ملائک به عزت و جلالم قسم داره دروغ میگه، ولی عجیز و لهو کذب او، دروغش رو قبول کنید ازش. خدای تو رو به حق این شبهای عزیز، اگر هم توبه میکنیم شاید داریم دروغ میگیم نمیدونم، ولی توبه ما رو بپذیر. خدای توبه ما رو بپذیر. خدای توبه ما رو بپذیر. آقای دکتر خیلی ممنون. خدایا الله أكبر 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 الله أكبر
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله حي صلى الله على سيدنا ونبينا